میبایست این مسیرها طی میشد و حتی به نظر من انقلاب ۵۷ هم میبایست صورت می گرفت تا به این صورت موانعی که وجود داشته از موانع باورهای مذهبی که وجود داشته و همیشه محدودیت ایجاد میکرده و مانع بوده انقدر عیان بشه انقدر علنی بشه تا اینکه شعار زن زندگی آزادی از توش در بیاد همین شعاری که الان ما داریم خیلی هم زیباست اگر بشینیم سوال کنیم عزیزان جانم شما چه چیزی رو مراد میکنین از این شعار اولین کار همینه دیگه یعنی تعمل روی مفاهیم از روز اول زن ها آمدن تو خیابون بعد دیدیم که روپوش ها تبدیل شد به شنل مغنه ها تبدیل شد به روسری کم کم با تو خیابون ها دیدیم ویدا مباهد رفت بالای سکو این یعنی یه پروسه است ما هیچ انتظار نباید داشته باشیم که یه دفعه دموکراسی که میگیم فرض در ایران چیزی باشه که ما الان در فرانسه میبینیم تا زمانی که ما در ایران به دموکراسی نرسیم که من من اتفاقا خیلی خوشبینم این پروسه رو خیلی طولانی نمیبینم چون ما در یه جهان شیشه ای زندگی میکنیم به هر حال یه کشوری داریم که ریشه های مدرنیته درش قوی هست ما یه جامعه ای داریم که آماده است برای به دموکراسی برسه که دموکراسی چیه خیلی ساده از تعریفش به نظر من یک اتفاق بی‌نظیره که در خفقان در سانسور در سیاهی این چه سال چنین نسل آگاهی رشد کرده که الان میره تو خیابون فریاد میکشه زن زندگی آزادی یعنی سه تا اصل بنیادی که دیگه همه چی رو پوشش میده ما این خفقان و این سانسور چطور این نسل شد و بعد ما برمیگردیم خب به اون تاثیرات اینترنت تاثیرات تبادل فرهنگی که اتفاق افتاد با این دهکده جهانی که به وجود اومد که ما یک نسل آگاه بار اومدیم اولین ستمی که به زنان روا داشته شد اتفاقا مسئله هجاب نبود مسئله القای قانون حمایت خانواده سال 1353 بود قانون حمایت خانواده سال 1353 مترقی ترین مقرراتی راجع به خانواده بود که تصویب شد یک جور عدالت جنسیتی را در مسائل حقوقی برقرار میکرد اولین مسئله که برای زنان بلا فاصله پس از انقلاب اتفاق افتاد القای این قانون و حاکمیت مقررات شر بر قوانین خانواده بود مقررات اینجوری شد که مرد هر وقت بخواد زنشو رو برای محضر سر کوچه طلاق بده بدون اینکه هیچ حقوقی نسبت بهش ادا بشه از اینجا اون رشته سخت انقیاد به گردن زنان افتاد که مسئله خشونت وسیع قانونی نسبت به اونها شروع شد بعد شروع کردن تصویبی که مرد در خانواده رئیس بعد شروع کردن که طلاق رو از زن کلا گرفتن هزانت رو گرفتن بعد آمد قانون هجاب و افاف تصریب شد که دقیقا در سایه این قانون کلا مملکت به یک پادگان نظامی تبدیل میشه بر علیه زن جمهوری اسلامی اصل و اساس بنیادین این ایدئولوژیکش اینه که عرصه عمومی رو نمایشی از ایدئولوژی خودش بده ظاهرش رو درست کنه و یکی از این ظواهر که الزامن پاش واسداده و داره هزینه های وحشتناکی هم میده همین مسئله حجابه در همه این مواضع از اول انقلاب همه مواضع گفتمانی عقب نشسته مسئله مستضعفان کنار گذاشته مسئله رباخاری رو کنار گذاشته مسئله حاکمیت یک سرمایه‌داری خشن و اجازه داده خصوصی سازی همه اینا آمدن پیش آمدن و حتی مواضع ایدئولوژیکی که دیگه ازش عدول کرده جز مسئله زنان ببینید در همین یک سال دو سال اخیر چند تا قانون در علیه زنان وضع شده که اتفاقا خیلی هم توجه هم نمیشه در فضای عمومی هم اینا مطرح نشده یک قانون جوانی جمعیت از صد تا این قانون بر علیه زنانه وسایل بارداری رو بایستی جمع کنن حق اجازه توزیع رایگان اونها نباشه هر جور عمل جراحی برای عقیمی ممنوع میشه پزشکان پرستارا همه تحت نظر وزارت اطلاعات قرار میگیرن که برای سقط جنین و برای توزیع وسایل بارداری باهاشون برخورد جدی بشه تشویق ازدواج کودکان ازدواج دختر بچه ها من قربالگری جنین یعنی که شروع کردن اینها رو جمع کردن بچه های ناقص و خلقه دارن به شدت افزایش پیدا کرده و یک سلسله مسائل دیگه این قانون هیچ صداش در نیامد یک نکته هست توی مسائل جمعیت میگن ایران در یک پنجره جمعیتی قرار داره یعنی چی یعنی که تا 15 سال فرصت داره که مسئله پیری جمعیت رو حل کنه از این 15 سال هفت سال مونده و زنانی که در سن باروری هستن از هفت سال دیگه خیلی تعدادشون کم میشه بنابراین تمام فشار الان باید به بیاد که در این مدت مسئله جمعیت رو حل کنن خامنه این میگه مسئله جمعیت ابر بحران ماست این چون مثلا محسا رو به اندازه مسئله جمعیت مهم نمیدونه میگه وقتی من حرف جمعیت میونیاد بدنم میرزه تو این تیکه فقط همین که هفت سال فرصت دارن که در واقع زنان رو وادار کنند برگشتن پشت حصار خونه ها به تولید مداوم فرزند به تمچین از مردانشون به عدم حضور در عرصه عمومی این فشارهایی که داره به زنان میاد اشاره کنم به نکته ای که سرکار خانم محبی بهش اشاره کردن به قوانینی اشاره کردن این روزها که گفتن انگار بهش خیلی پرداخته نمیشه خیلی توجه نمیشه این اون نکته مهمه محمد جواد اکبرین هستم زندگیم از نوجوانی با حوزه مطالعات دینی شروع شد بعد از اتفاقاتی که در ایران افتاد ماجرای زندان و بعد دوباره احزار و احزار و احزار یه جایی تصمیم گرفتم دیگه از ایران خارج بشم الان تقریبا 13 ساله که پاریسم حوزه کاریم هم مطالعات خاورمیانه است در کنار روزنامه نگاری کار پژوهشی تو الهیات مشترک جهانی رو همچنان ادامه میدم الان با واتیکان در روم پروژه دارم از قوم شروع کردم به روم رسیدم و زندگیم بین این دوتا تعریف شده دو تا تجربه خبرنگاری جنگ دارم در کارنامه روزنامه نگاریم که طبیعتا خیلی هم در زندگی من تأثیر گذاشته هم بر روانم و هم بر نگاهم به انسان و جهان این کسانی که در سال 57 ماجرا رو ساده تلقی کردند مردان عجیب نبود حتی روشنفکران ما خب توی تاریخ روایت هجاب اجباری شما نگاه کنید خانم کسمایی اشاره کردن به روایت های خانم مهرنگیز کار میبینید روشنفکران هم میگن که حالا یه لچک هم سرتون کردید فعلا چیز حالا بعدا درست میکنیم حالا اتفاق خاصی نمیفته اما به خود زنان هم که میرسیم زنانی که این مسئله شون هم بوده نمیگم نبوده اما میزان حجوم دین و سنت رو و پیشروی دین و سنت رو انگار خیلی پیش بینی نمی کردن. میزان خطرناکی قدرت دین و سنت رو برای تجاوز به حریم زن و بدن زن خیلی جدی نمی گرفته. نتیجهش این شد که به محض اینکه یه مقدار اولویت های دیگه مطرح شد حالا انقلاب پنج بود دیگه انقلاب اولویت های دیگر دارد اینو اول گفتن به اندازه ای که این موضوع رو دست کم گرفتن دین و سنت به کمک مرد سالاری پیش روی کرد و بعد تمام این عرصه رو گرفت عمده مسئله شاید این بوده که این حقوق زنان پیگیریش به صورت تشکیلات به صورت انجمنهای محکم در نیامد اونطور که باید و شاید خیلی کوتاه مدت فاصله بود و بعد هم جمهوری اسلامی سایه انداخت اساسا زیرا به هرچی تشکیلات مستقل و انجمن مردمی زد کلا پاکسازی کرد اینترنت در چند دو دهه اخیر یه مقدار جای خالی رو پر کرد باعث شد مردم راحتتر هم رو پیدا بکنه حالا نمیتونن تشکیلاتی داشته باشن لا اگر ویدو موحد در خیابان انقلاب رو سری سری شو میبنده تا شاید کوچکترین شهران با عکسش رو تو اینترنت ببینن اولین سال انقلاب من فکر کنم اگر اشتباه میکنم من تصدیق بکنین یه راهپیمایی بزرگی علیه حجاب اجباری شکل گرفت خیلی از ما خبر نداشت من کنم بچه بودم ولی پدران و مادران ما حتی خبردار نشده بودند نمیدونستم برای اینکه رسانه ای اون به اون شکل وجود نداشته که این رو بتونه باستاب بده ما عکساش رو سالها بعد که اینترنت اومد دیدیم تازه فهمیدیم مثلا خانم مدیه نیکشون یکی از کسانی بوده که توی این تظاهره شرکت کرده بوده یه جورایی قهرمان شد حتی تا سالها در نقش مادر بیزره و گریان توی فیلم ها بازی میکرد ما هیچ کم نمیدونستم چون سابقه ای داشته میدونی این اینترنت یه مقدار شروع کرد جبران کردن کمک کرد که اه، اه، بیشتر همدیگر رو ببینند بیشتر به بیشتر مقاومت تقویت بشه و در عین حال نسل جوان هم البته آشنا باشه با زندگی هم, هم نسلان خودش تو جای دیگه دنیا و همون مطالبه ها رو داشته باشه نمیشه اونا رو دیگه توی یه اتاق و پستو نگه داشتی دیگه توی, توی دنیا شیشهی دارن زندگی میکنن دیگران رو ببینند خیلی از اطلاعات رو به دست بیارن و مطالبات داشته باشن مطالباتی که الزاما به قول دوستی شاید ریشه سیاسی نداشته باشه ولی به هر حال مبتنی بر آز، نیازهای فطری آدمی زاد چه حوزه ی جنبشی که در واقع به لحاظ تاریخی حالا وجود داشته چه در واقع اون قدرتی که به شکل قانون از بالا اعمال شده هیچ کدومشون نتونسته که در واقع اون حلقه مفقوده یا توده رو در واقع درگیر خودش بکنه چه در مورد پهلوی در واقع این قانون ها فرصت نکرده حالا به هر دلایلی زیست بشه در واقع توی جامعه درونی بشه و چه در حوزه در واقع جنبش های زنانی که وجود داشته هیچ از اون جنبش ها به اون شکلی که حالا اشاره هم شد نتونسته که یک توده ای رو به عنوان درگیر کنه که اون ارزش ها در اون توده ها وجود داشته باشه و در واقع اون ارزش های مطالبات حقوقی زنان در توده در واقع زنان کشور مثلا مطالبه بشه و و فراموش نشه در هی در واقع بود من سینا انتصاری هستم 35 سالمه الان حدود ده ماهی که اومدم پاریس من تو ایران حوزه خبر فعالیت میکردم سایت مجروبان نور در مورد دروش گنابادی که خب دو سال و نیم بابت فعالیت زندان بودم دو سالم تبدید و بعد از این محکومیت ها برای ادامه تحصیل اومدم فرانسه و الان تو حوزه جامعه شانسی تحصیل میکنم زن در زندگی آزادی نه یک آرمان انتظایی بلکه خود انسانی است که لحظه لحظه زیستنش آشکار کننده تضاد این دو جهان و راهنمای جامعه برای عبور از این تنگنای تاریخی است خارج شدن از ایران در امتداد در ایران بودنه و الان همینجا هم که اومدم من رشته که تحصیل میکنم تحقیق دارم انجام میدم حتی کارم همینه با به ایرانه و از این لحاظ تمام روز من و همچنان ایران گرفته. و انگار این ما تو این سیکل داریم تکرار تکرار میشیم همونطور که گفتم آقایون پهلوی یک حقیقتی یه چیز رو ارزشی رو حالا درست یا هر چیزی تو ذهنشون بود و میخواستن جامعه رو به اون سهم ببرن الان جمهوری اسلامی هم همونه جفتشون هم مثلا نیت خانه میخوان یه جوری ببرم بهش تو این حرفا میگه موضوع اینه که چرا این اتفاق نمیفته چرا هم اون سری اتفاق نیفته چرا الان اتفاق نمیفته الان سوال بعدی میتونه این باشه که چه اتفاقی افتاده که در شرایطی که نه جنبش خیلی مثلا مبارزه ممتد معناداری تو حوزه حقوق زنان وجود داشته و نه قانونی از سمت بالا اومده تو حوزه جمهوری اسلامی نه تنها نبوده خواسته سرکوبش کنه چه اتفاقی افتاده که توی دهه 90 ما الان به این قضیه رسیدیم که اتفاقا از سمت پایین در واقع یه زیست جدیدی از زنان مشاهده میکنیم که چندان جنبه سیاسی مبارزاتی نداره چندان مسئله مسئله مذهبی هم نیستش مسئله هجاب چندان که اصلا مسئله هجاب توی کشورهای اسلامی هم هر کدومشون یک شکل تعریف شده الان مثلا همین نسل جدید که در واقع به شکل فراگیر در واقع هجاب رو قبول نداره ب... با استدلال سیاسی و حقوقی نیست شما اگه صحبت های سارینا اینا رو اگر یوتیوب هاشون رو نگاه بکنی به م... آنچنان مسئله سیاسی و... نمیبینی بیشتر در بوری سبک زندگی داریم میبینیم که درگیر سبک زندگی هست یا این قضیه که بگیم که مثلا فرهنگ سازی بشه یا اینا اینا چیزایی که بگم اشتباه جا اصلا از اون پایش غلطه یعنی مهندسی فرهنگی خب هم اون خواست انجام بده هم جمهوری اسلامی خواست انجام بده باید خود مشاهده فرهنگی بشه آقا چه اتفاقی الان تو جامعه افتاد مثلا همین قضیه که سری ازش بگذاریم که آره اینترنت اومد و خب الان این خب اینترنت مگه تو کشورهای دیگه نیست تو کشور پاکستانی تو کشور عربی نیست چرا اون اتفاقو انجام نداد چه معلفه های اینجا گره خورد که تلاقی این تونست در واقع این جامعه بدون اینکه در واقع چندان نیرو قوی جنبشی داشته باشه به اینجا برسه اگر که ما این موج رو یعنی موج جامعه رو بشناسیم یعنی مشکل این در واقع شاید دوره های قبلی چه جمهوری اسلامی چه این بود که موج جامعه رو نمیفهم مثلا انگار که مثلا ما یه کشتی رو بخوایم حرکت کنیم با پارو خب یعنی میخوان خودشون این نیرو مرکه حرکت اینو بذارن و برن خب قطعا کشتی با پارو نمیره کشتی با اون موج میره اون موجه رو باید بفهمن و یه بادبانی بذارن و بره جلو و الان مسئله ای که از اپوزیسیون های ما دارن یعنی نمیدونه که جامعه یعنی تحلیل اینکه جامعه داره به کدوم سمت میره اگر که بدون موج جامعه کدوم سمته میشه براش یه برنامه ای ساخت و رفت اونجا و گرفتش و ولی از ما اول یه هایی هست توی همه حتی تو حوزه اپوزیسیون که آقا ما باید به اون سمت خب وقتی جامعه نمیره حالا و همین هم هست که انگار یه سیکل تکراری اینجا داره اتفاق میفته و حتی توی صورت مثلا این سوال اجبار یا مثلا اختیار خب اصلا این سوالی نیستش که من بخوام یا هر کسی بخواد جواب بده این جامعه چه جوابی بهش میده زنان و حق بدنی زن چون که به اقتصاد وابسته است و به رشد وابسته است همیشه میتونه زیر سوال بره الان وقتی که اتفاقایی که توی آمریکا داره میفته و آدم میبینه در رابطه با سخت جنین میبینه که هیچ وقت حقوق زن یه چیزی نیست که با جلو رفتن تاریخ از خود میاد یه چیزیه که همش باعث دوباره براش جنگید و الان تا موقعی که تفکر اقتصادی جهانی تفکر باشه یه موقعی میرسه توی همه جامعه های دنیا که رحم دوباره میشه سوژه اول کشور رحم و بدن زن یک, یک زمینه جنگیه برای قدرت و برای حکومت از طریق بدن زن آدم میتونه تمام جامعه رو روی تمام جامعه قدرت داشته باشه هجاب فقط قدرت حکومت روی زن نیست هجاب اون چیزیه که از طریق اون حکومت ایران همه مردا رو هم کرده توی خشونت حکومتی هر مردی که توی مردسالاری ایران به زن ظلم میکنه توی فضای خانوادار داره همدست جمهوری اسلامی میشه و این واقعا دید شخصی خودمه و اصلا من چون تو فرانسه به دنیا آمدم و بزرگ شدم خیلی تحت تاثیر تفکر فمینیستی اروپایی هستم و اینو میگم چون که نمیخوام فکر کنم که من فکر میکنم که این یه, یه که همه جا قبول شده است حقوق بدنی زن و دوباره به زن دادن یه چیزیه که فقط از بالا نمیتونه بیاد باعث واقعا توی توی ساختار فکری خانوادگی توی ساختار فکری تمام مردهای چه فرانسه چه ایران وجود داشته باشه و توی توی قانون اساسی یه جوری نوشته شده باشه که نتونه زیر سوال نتونه هی زیر سوال برده بشه چون که بدن زن به اقتصاد وابسته است ما نمیتونیم جامعه های بسازیم که حقوق زن همیشه با, با بالا یا پایین رفتن اقتصاد زیر سوال برده بشن و برای این از بین بردن تفکر سلطه بدنی روی زن باعث از درون بیاد و از پایین از،, از برای کل جامعه یه نکته که میتونه گذشته رو به امروز پیوند بده هم به لحاظ تاریخی هم به لحاظ نظری اینه که بدن زن و آزادی زن و حقوق زن دائما در معرض تهدیده هم در معرض تهدید جامعه مرد سالار و مرد سالاری و هم در معرض تهدید دین و سنت یعنی نکته که یکی از دوستان اشاره کردند که مثلا به موضوع سخت جنین در آمریکا ببینید هر چقدر هم زمان بگذره آگاهی ها زیاد بشه ساز و کار دموکراتیک در جامعه وجود داشته باشه اون تهدیده هست یک قدم شما عقب نشینی بکنی ده قدم دین و سنت میان جلو و جامعه مرسالار میاد جلو اجازه بدید من نقشه خودم رو اعلام بکنم که در زمین پیوند پیدا میکنه با پرسش هایی که شما کردید ببینید مسئله هجاب وقتی صحبت میشه به سه عنصر باید توجه کرد یکی هجاب از نظر قرآنی اسلامی که هجاب در درون قرآن در 23 آیه مطرح شده به های گوناگون و بنابراین به عنوان یک اجبار دینی در اونجا تلقی می شود که این اجبار دینی خودش رو میکشونه در درون فقه شیعه و در درون آخوندها تا به امروز یک در 23 آیه فرمودین بله هجاب اومده بله شما یه اعتراضی دارید خب میتونید ببخشید شما نه اصل خودتون رو دارید زیر پا بیزارید من اجازه نمیذارم دارم, فقط یه فکت چکینگ خواهم که مشکل نیست من من اینو مطمئن نیستم ولی اوکی خب شما مطمئن نیست اجازه بفرمایید که احترام میذارید دارم میذارم باشه باشه چش فقط یه یه شکلی که مطمئنی اجازه اجازه شما, <applause> شما <applause> نمیتونید که بهتون بر نخوره چون بدتر از این خواهد اومد بسید <applause> نه من یکی گا... هایی به اصلاح جنجال علکی ندارم جنجال علکی نمیدارم <applause> برای برای شما اگر مخالف هستید میتونید ابراز مخالفت بکنید من اینجا شک کردم آره اجازه بدین ولی خب بعدا چه نیستش که افراد رو در واقع در گفتمان خودشون در واقع مورد به صلاح ایجاد تردید به وجود بیارید. می من یعنی یه دونه شکر من یه همچین چیزی شما رو تردید آورده آ اجازه اگه فقط اجازه بدین من... گرد... اجازه. بسیار علی. گرداننده من هستم و اجازه بدین به جای من تصمیم نگیرین خیلی من خواهش می ما در همین فرانسه در آمریکا در کشور اروپایی و آمریکایی ام قانون پوشش اجباری داشتیم حتی همین اخیرا هم داشتیم مثلا تو حالا آمریکا از دهه 1850 میلادی تقریبا یه سری از ایالت ها شهرها اکثر کشور یه سری قوانین پوشش اجباری داشتن مخصوصا برای پوشش مردانه و زنانه که حالا مردی نمیتونه حالا پوشش به اصطلاح زنانه بپوشه و برعکس تو خود فرانسه ما نمونه هایی داریم مثل غوزابونر نقاش خیلی معروف و مشهور که ایشون اصلا مجوز گرفته بود از پلیس که بتونه شلوار مردونه بپوشه برای کارش حالا ما شاید فکر کنیم که این فرد مربوط به قرن 19 میلادی بشه و دیگه بعد از اون موقع دیگه حذف شد ولی در حقیقت اینطوری توی این نیست همون قوانین تو دهه 60 تا 70 میلادی بهانه ای بود برای این مثلا نیروهای انتظامی و پلیس که به مثلا جامعه رنگان کمانی تو شهرهای ماینده نیویورک حمله بکنن آزار و اذیت و همین قوانین تو خود مثلا نیویورک اگه شما نکنم فکرم تو سال 2011 هست شد و بعضی این قوانین هنوز برجا هستن من پیمان آزموده هستم 34 ساله متولد امریکا و بزرگ شده امریکا ولی خب برانی چند سالی هستش که من اینجا فرانسه هستم من با اینکه خارج از کشور دنیا آمدم و اونجا بزرگ شدم در بین یه خانواده بزرگ شدم که هویت ایرانیمون همیشه برشون خیلی موضوع مهمی بود وقتی به زمان جنبش سبز و انتفاق تحشتش رسیدیم من از اون موقع تا حدی فعالتر شدم اون دبقه ایران و مسائل حقوق بشر و کلا آزادی تو ایران برای من بولتر شد تا جایی که حتی وقتی یه سری از پناهنده های ایرانی بعد از جنبش سبز رسیدن به امریکا من با همکاری میکردم بعد از اون که من آمدم فرانسه هنوز مسئله ایران رو از اینجا دنبال میکردم و بعد که جنبش زندگی آزادی شروع شد من فعالیتمو از سر گرفتم هم به صورت فردی هم نزدیک یک کلکتیو کویرین فمینیست که من اینجا از عضو باشم اتفاقی که افتاد اینه که حالا تو مثلا کشورهای مانده امریکا، انگلیس، اروپا خب اولا یه فشار اجتماعی داشتی و یه فعالیت های فرهنگی مثلا صد و اندی سال بعد از این قوانین آدمی داشتی مثل دیوید بویی که بیاد لباس زنانه بپوشه به اون شخصیت زیگزار داشت که اصلا این عرف رو تغییر بده که ما امروز مثلا حالا تو مود غربی ما میگیم مثلا حالا مود غربی مدرن اون عرفه خب این در همین عرض سی چل, سی چل، پنج سال اخیر خیلی تغییر کرده ولی در حقیقت تا حالا چند دهه پیش همون فشار روی بخشی از جامعه بود حالا تو منطقه خودمون حالا ما میگیم که مثلا قوانین کشف حجاب یا رفع حجاب رضا مثلا یه گامی بود به سمت رهایی زنان و بانان ایرانی ما نمونای دیگه داریم تو منطقه ما مثلا کشوری داریم مثل مصر که از همون زمان دهه پنجا دولت های سکولار و لایک داشته و اصلا خیلی فشارم آورده روی نهادهای دینی تو اون کشور و یه سخنانی خیلی معروفی هست از جمال عبدالناصر که راجب حجاب صحبت میکنه تو ده پنجا ام و راجب یه ام مذهبی یه کسی که بهش گفته بود که چرا مثلا حجاب زنان رو ترویج نمیدین شما و میخنده و توی تو یه سخنرانی بود و کل اون سال رو به خنده خیلی برشون مسخره بودین ایده مثال دخترشون میزنید دقیقا, دقیقا. دقیقا. ام الان نگاه کنید مثلا هفتاد سال بعد تو همون جامعه مصری بعد از هفتاد سال هشتاد سال حکومت لایک که به زور سر کرده ارزش هایی رو تحمیل کنه به اون جامعه چقدر جامعه مثل مذهبی شده دینی شده همون اخوان مسلمین بعد از انقلاب 2011 فورا از طریق انتخابات به, به قدرت میرسن من یاد یه جمله معروفی میفتم یادم نیستش دقیقا از کی بود به محمد رضا و این قوانین خانواده و کلا پیشرفت هایی که در حقوق زنان اتفاق میافتادن تو حالا دهه 50 60 70 میلادی که میگفت که آره مثلا برای ایشون حقوق زنان چیزی هستن که ایشون به ما اعطا میکنه نه اینکه چیزی برای خودمون براش کوشش بکنیم و کلا در واکنش به این بحث حالا کشف حجاب یک قرن پیش و این مبارزه علیه حجاب اجباری امروز ایران این به نظر من خیلی جمله مهمیه که آیا این حالا شما خودتون گفتین حالا چیزی که از پایین بیاد از تو جامعه ریشه داشته باشه ما اینو میبینیم یعنی در حقیقت امروز میتونیم بگیم که اکثریت مطلق اگه خودم جرات کنم حرف رو بزنم علیه حجاب اجباری هستن و حتی اکثریت زنان ایران احتمالا نمیخوان محجب از خونه بیان بیرون ولی این چیزی که امروز صورت گرفته در واکنش به حال تغییرات سی چل پنج سال اخیر جامعه ایران آیا این واقعا ربطی داره به مثلا قوانین رضا شاهی صد سال پیش خودم شخصا مطمئن نیستم من دقیقا یادم میاد که سال 2015 آخر 15 16 بود وقتی که ما فرخونده رو دیدیم که توی مرکز یعنی مرکز کابل کشته شد اولین اتفاقی که برای من جالب بود این بود که اون رو وقتی که صدا زدن گفتن که این به قرآن به احترامی کرده اومد از مسجد بیرون و این کاری که مردا کردن این داشت از دیوار و از درخت بالا میرفت دستش رو تو شلوارش کرده بود اون مردی که به خاطر ناموس و حجابش میخواست نمیدونم به جنگه همون مرد همون مرد افغانی متعصب که این کار با خواهر و مادر خودش هیچ وقت نمیتونه تصور بکنه انجام بدن اومد در برابر یک زنی که اون دیگه مثلا مرتد حساب میشد به خودش اجازه داد یعنی تمام کسایی که خارج از جامعه اسلامی هستن برای اونها مرتد و کافر حساب میشن پس با اون میتونی هر کاری رو که دل دلت میخواد بکنی شکیبا داود هستم متولد ایران توی یه خانواده افغانستانی به دنیا آمدم در سال 2003 با خانواده دوباره برگشتیم به افغانستان و من اونجا تحصیلاتم رو دوباره اثر شروع کردم در سال 2009 افغانستان رو به مقصد فرانسه ترک کردم و در اینجا تحصیلاتم رو دوباره در بخش هنر اثر شروع کردم بعد از مدتی متوجه شدم که یک نیاز مبرم وجود داره برای کار کردن در بخش حقوق زنان و شروع کردن به همکاری با ارگان هایی که در بخش حقوق زنان کار می کردن. یک انجامن رو تأسیس کردم به نام دایره پارسی که هدفش تعریف متفاوتی از جامعه افغانستان در فرانسه است. فکر میکنم سپاهی ها بودن که توی بامیان که یک منطقه مرکزی افغانستان مربوط به قوم هزاره هست آمدن کامیون کامیون چادر سیاه ایرانی آوردن پخش کردن به خاطر که میخواستن اون پوشش بومی مردم هزاره یا مردم بامیان رو از بین ببرن به جاش چادر سیاه ایرانی یا اسلامی سر مردم بکنن و بیان اون پوشش دموگرافیک یعنی فرهنگ بومی رو بیان چی میگن جایگزین براش پیدا بکنن به خاطر که زن افغانستانی به خودش اجازه بده ادعای فمینیسم حق و حقوق خودشه بکنه اومدن طرح فمینیسم اسلامی راه انداختن و زن افغانستانی انقدر وضعیتش بده و توی تنگنا هست که دیگه جرأت نداره یعنی از اون نیازهای اولیه خودش یعنی آخرش بگذره اونا رو آزادی و نمیدونم حق کار و تحصیل و اینا رو بخواد حق حجاب الان خیلی خیلی دوره از ما و ما میدونیم که چقدر تاثیر میذاره کشورهای همسایه حالا چه از پاکستان بگیریم تا ایران تنها کشوری که من فکر میکنم خیلی با شجاعت داره در برابر این حجاب مبارزه میکنه تاجیکستانه که اونم امام علی رحمان رئیس جمهورشونه و یه سیاستی رو گذاشته که مبارزه میکنه کلا با حجاب حتی گفته روسری رو زیر گردن نباید ببندید روسری رو اگه میبندین حالت سنتی پشت سرتون زیر موهاتون گره بزنید و این برای من جالبه چون که مثلا منی ای که اینجا توی افخه کار میکنم اونجا کار ترجمه میکنم وقتی که مهاجرای پا تاجیکستانی میان درخواست پناهندگی بکنن میان بر علیه امام علی رحمان درخواست پناهندگی میکنن میگن که اون به ما اجازه نمیده که اسلام رو مثلا اون طوری که میخوایم دین خودمون رو بیایم اجرا بکنیم و مذهبی باشیم و اینا این یک پارادوکسی بود که حالا من میخواستم براتون تعریف کنم یادمون باشه دوستان امروز ایران تنها کشور جهان تنها کشور جهان کار به افغانستان ندارم استثنا میکنم افغانستان رو چون حکومتش هنوز در جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشده ایران به غیر از افغانستان ایران تنها کشور جهانی که قانون حجاب مطلق اجباری درش وجود داره آقا در عربستان هم در ریاض محدوده دیپلمات ها دارن که دیپلمات های زن میتونن بدون حجاب برن در ایران چنین چیزی امپانسبل تصور کردنی نیست در جده هجاب بدون زن بدون هجاب میبینی در همون عربستان شب ام کلسون بدون هجاب پخش میکنن در ایران اصلا صدای زن اجازه پخش نداره مجری زن بدون هجاب نمیتونیم کی گفته در سوریه در سوریه که اسمش برده شد در مصر آقا این جامعه سوریه و مصر هست که سنتیه و دوست داره حجاب خود حکومتاشون کاری به حجاب ندارن اصلا قانون حجاب اجباری ندارن که اصلا مصر ببخشید من خیلی ناراحت میشم هی مصر رو مثال میزنن در 2010 یادتون نرفته که در 2010 در میدان تحریر خود انقلابیون به زنان تجاوز میکردن خود انقلابیون خود کسانی که برای آزادی اومده بودن تجاوز می در ایران کجا هم چیزی زنان و مردان دارن هم پا به پای هم از سال 88 نه الان نه الان که انقلاب زن زندگی آزادی شده این یک مفهوم پیشرفته از خودمون رو دست, دستی کم نگیریم این یک مفهوم متعالیه مبارزه با حجابی که رضا شاه 100 سال پیش 80 سال 80 خورده سال پیش کرد این یک چیزی در نبود نهاد اندیشه در نبود روشنفکرانی که کمکش کنن و بعد برعکس اومدن بهش حمله کردن رزاشا نبوده این بنیاد اندیشه رو به دوش کشید ولی توی دوران رزاشا که میگن اجبار بوده در دوران مامر رزا پهلوی که اجبار نبوده که و اون موقع هر کی دوست داشت سرش میذاشت هر کی دوست نداشت سرش نمیذاش چرا چون فرهنگ شده بود یعنی اینکه داشتن یاد میگرفتن آقا به اعتقادات هم دیگه احترام بذارن و اگه یکی دوست داره بزنه سرش دوست نداره هم نزنه سرش وقتی از بالا یک قانونی تصویب میشه که مثلا حجاب حالا دولت مردای هر کشوری تصمیم میگیرن قانون حجاب و تصویب کنن بیاد یا بره براش فرنگسازی میکنن جمهوری اسلامی فرنگسازی کرد که اجبارش کنه و این موضوع اتفاق افتاد و وقتی که میان میشینن تو تلویزیون های اینجا میشینن میگن فرهنگه یعنی میخوام می بگن اجبار نیست فرهنگ در فصلی که فرهنگ ما نبود و سالهایی که تلاش شد که تغییراتی ایجاد بشه که زنان وارد جامعه بشن و خب فرهنگ سازیش تا اومد شکل بگیره سالها طول کشید وقتی قانون از بالا دستور صادر شد که آقا این زنان جامعه حجاب و بردارن وارد جامعه بشن چه اتفاقی افتاد شروع شد این فرهنگش ساخته بشه که به دوران محمد رزا شاه پهلوی رسید که دیگه چه اتفاقی افتاد خیلی قشنگ هر کی دوست داشت میزد هر کی دوست داشت نمیزد و من اعتقاد دارم هر چیزی اگر میخوایم در جامعه اتفاق بیفته باید فرهنگش رو بسازیم بد نهادینه کنیم و کاری که جمهوری اسلامی با سیاست خیلی دقیق انجامش داد و اومد با فرهنگسازی این کارو کرد و به زنان جوری این موضوع رو اجبار کرد که خیلی ها که مثلا اینجا نشستن میگن ما وقتی اومدیم اصلا باورمون میشد که این جزی از مصوری که من حالا من بچگیم جزی از خودم هیچ وقت نمیدیدمش همیشه در حال این بودم که یا لباسامو قیچی میکم آستیناشو دامنمو کوتاه میکردم و همیشه هم داشتم همه داشتن من دعوا کردم یا می میکندم همیشه هم در حال دعوا شدن بودم در کل زندگی نمیدونم اما حالا چرا ولی بچگی دوست نداشتم دلیل خاصی هم پوشش ندارم ولی دوست نداشتم من به عنوان یک معلم و یک مدرس احساس میکنم بین همه این صحبت ها جای چند تا کلمه خالیه من فکر میکنم هر چیزی رو در بطن فرهنگ اول و اول پله اولش کلم است من مرزی سادات حسینی هستم 27 ساله اهل کرمان در یک خانواده کارمند بزرگ شدم و از 18 سالگی معلم بودم به همواره دقدق نسبت به ایران رو با عشق به ایران درک کردم به سیزده سالگی من برابر بود با اتفاقات 1388 با ظلم و ستمی که دولت جمهوری اسلامی ایران نسبت به مردم داره آشنا شدم از نزدیک اتفاقاتی که در ایران نتیجه ظلم و ناعدالتی هر روزه بود من رو انقدر آزار میداد که از 17 سالگی تصمیم به مهاجرت داشتم تصمیم به فرار اگر که ما در مورد ایران صحبت می کنیم در مورد اندیشه و در مورد فرهنگ همه این دقدقه و نگرانی به خاطر عشق و احساسیه که به ایران داریم انتخاب کلمه ها ببینید وقتی جامعه این رو تلقین میکنه الغا میکنه که ترس سازه با کلمه های افت پاکی دوشیزگی ببینید اینها چیزایی این که تو فرهنگ ما وجود داشتن وقتی ما بگیم حجاب الزاما مربوط به این حکومت نیست مال فرهنگ ماست برمیگرده به همین کلمه ها به این کلمه این که خانم شما اگر که بخوای یک انتخابی رو برای خودت داشته باشی ولی از این کلمه ای از این مرزی که من برات ساختم عبور کنی یعنی دیگه قرار نیست کسی تو رو دوست داشته باشه دیگه قرار نیست کسی تو رو انتخاب کنه این میشه اون چیزی که من خیلی دلم میخواد الان ما در جامعه جدید ببینیم تفکر انتقادی همون چیزی که توی همین بحث همین جای کوچیک که ما قابل تحمل برای یک نفر نبود حتی با یک پوز چهره حتی با یک تغییر قیافه که آقا من با شما موافق نیستم و میگم چیزی که من الان دوست دارم به دانش آموزام یاد بدم قدرت تشخیصه اون چیزی که آزادی رو به ارمغان میاره از نظر من اینه که یک نفر تشخیص بده کی هست آگاه بشه به حقوق خودش چیزی که توی نسل جدید داره اتفاق میفته آگاهی سریع داده زیاده من میتونم همه چیز رو خیلی سریع پیدا کنم کشف کنم ولی طرز استفادهش رو اگر ندونم گم میشم من فهم کنم چیزی که ما درگیرش هستیم این گم شدن است اینکه مسیر رو از یک جای به بعد فراموش میکنیم هدف همه ما آزادیه ولی مسیر اشتباه هممون رو حالا باعث میشه که تو خودمون بپیچیم با هم بحث کنیم ببینید تمام این کلماتی مثل افت حیا که درباره زنان صحبت میشه یک پیش فرض داره یعنی به انگار جامعه رایج کرده و مجاز دونسته اینه که همه درباره بدن زن اظهار نظر بکنه صحبت افت و حیا هم میشه همه توجهات میره سر بدن زن در حالی که افت یا قاعدتا باید یه پدیده یه مقوله انسانی باشه دیگه ولی چرا توجهات میره اونور راجع به اینکه مردان سبیل بذارن یا نذارن دیدید اصلا بحث بشه در این باره اهمیتی نداره ولی راجع به اجزاء بدن زن قانونگذار جامعه دین سنت همه به خودشون اجازه میدن که دربارش حرف بزنن و بعد اینقدر رایش میشه که بعد زنان هم مشارکت میکنن در این بحث یعنی اون زنانی که مشارکت میکنن در این بحث بخشیشون البته با ترم های مشخصی که حالا بهش نمیپردازم انگار اونا زمین بازی رو از قبل پذیرفتن در حالی که از اصل باید گفت که ببین اصلا کی به شما حق داده که در این باره حرف بزنید کلمه ها باعث میشن ما سایکولوژیکال بریر بسازیم توی ذهن بچه ها نایم. وقتی من به عنوان یک مدرس به دانش آموزم بگم تشخیص بده جمله من درسته یا غلط نرسه. من به تو قدرت انتخاب میدم ولی اون جرأت اینو نداره که نظرش رو بگه این یعنی اون بدن فرهنگ کلمه های اینچنینی از نظر من فقط و فقط باعث میشن ترس توی ذهن اون پس کله ایجاد بشه و وقتی حتی اگر موقعیتی برای آزادی موقعیتی برای ابراز شجاعت وجود داشته باشه تن و بدن اون بچه بلرز از ابراز خودش از اینکه بگه بابا من این حجاب رو انتخاب نمی کنم وقتی که از بچگی بهش القا شده تو حق نداری اگه این کارو بکنی دیگه دوستت نخواهند داشت افت تو حیای تو با این روسریه زیر سوال میره اگه اینو نگهداری ما دوستت داریم میخوام بگم اینا اشتباهه. تمام اینا از توی فرهنگ ما بوده و همش داره تکرار میشه الان اگر ما میبینیم در جامعه جدید این کم و کم تر شده من فکر میکنم این یک ساین از آگاهی این نشانه آگاهی تشخیص ن... یعنی من فکر میکنم آزادی نتیجه تشخیصه وقتی ما هویت برای خودمون تعریف کنیم و بفهمیم من به عنوان یک زن چه جایگاهی در اجتماع میتونم داشته باشم چقدر میتونم از این دستم استفاده کنم من میتونم باکس دور باشم میتونم با صورت یک نفر رو بیارم پایین ولی این که اصلا جرعت دارم به این فکر کنم یا نه این در جامعه ایران از نظر من مطرح به عنوان یک معلم کاش این رو بیشتر ببینیم این بچه های امروزی که دنبال هویت هستند لای این همه درگیری در جهان که خدایا یا جنگ نمیدونم فتنه است اسلام هست کدوم راه درسته اگر که برگردیم به این که به این بچه شجاعت فکر کردن بدیم که مسیر خودش رو انتخاب کنه و بپذیریمش حتی اگر کاملا خلاف عقاید ما داره اقدام میکنه اگه میخواد برعکس راه بره بپذیریمش مثل پذیرش دست چپ من توی صحبت‌های قبلیم اشاره کردم که در جریان مبارزات زنان بعد از 57 در واقع این جنبش شکست خورد به دلیل اینکه همراهی مردان رو با خودش نداشت و البته که بخشی از زنان هم علیه این جنبش حرکت کردند اما نکته‌ای که میخوام تأکید بکنم اینه که اگر در جنبش زن زندگی آزادی ما در واقع با یک جنبش فراگیر مواجه شدیم این بود که مسئله که همیشه مطالبه زنان مطرح می و فقط دغدغه اونها بود و برای خود زنها مهم بود تبدیل شد به یک مطالبه عمومی و اون هم با اتفاقی بود که برای محسا امینی رخ داد تا قبل از اون فکر میکردن که خب یک لچک رو سرتون بندازید و اتفاقی نمیافته ولی در جریان محسا امینی مردم دیدن که زنان دارن بهای مبارزه با حجاب رو با جانشون میپردازن یعنی اون زنزنده زن زنده آزادی در واقع به معنای این بود که زنان برای رسیدن به آزادی زندگیشون رو از دست میدن و این باعث شد که در واقع یک همراهی جمعی بین همه مردم ببینیم و همه مردم و حتی مردانی که دغدغهشون حجاب نبود احساس بکنن که مسئله فقط مسئله هجاب نیست مبارزه زنان برای اینکه این لچک رو رو سرمون بذاریم یا نذاریم نیست مبارزه برای حق انتخاب سبک زندگیمونه برای رسیدن به آزادیه و این آزادی که زنان دارن مبارزه میکنن فقط برای خودشون نیست و متعلق به همه ملت مر ایرانه